اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. با نام یاد پروردگار مهربان، خداوند هستی بخش، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه عارفانه. آرزومند هستم که دقایق و لحظات زندگیتان مالامال از یاد خداوند متعال و قرین موفقیت و برکت باشه. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم به توفیق خداوند متعال از طریق این برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار هستیم و از شما دعوت میکنیم که عنایت فرموده و تا انتهای برنامه ما را همراهی بفرمایید. صحبتی که انشالله خواهیم داشت در برنامه امروز در ادامه بحث دنیاشناسی هست و هدف ما است که انشاءالله بتانیم در پرتو قرآن و روایات ائمه معصومین علیهم السلام این دنیا را بهتر بشناسیم تا در نتیجه معرفت و شناخت این دنیا بتانیم زاد و توشه لازم را برای وطن اصلی ما و جایگاه اصلی ما یعنی عالم آخرت فراهم بکنیم. افتخار داریم در خدمت استاد محترم حوزه و فاضل ارجمند جناب آقای اخلاقی باشیم و در این برنامه و با این موضوع از محضر ایشان استفاده کنیم. خدمت شما آقای اخلاقی عرض سلام داریم، خیلی خوش آمدید. سلامت باشی، خیلی ممنون بندم. خدمت شما کارمندان محترم تلویزیون تمدن و بینندگان محترم تلویزیون سلام و ادای احترام دارم. ان شاء الله که موفق باشی. سلامت باشین آقا، خیلی تشکر می‌کنیم از حضور ارزشمند شما در برنامه امروز عارفانه. مقدمه خدمت عزیزان بیننده عرض کردیم، صحبت ما یادم هست در دو برنامه قبلی در رابطه با اولا جایگاه دنیا بود که در میان عوالم چه جایگاهی داره و بعد شروع کردیم به برشمردن اختصاصات و ویژگی های این دنیا که بعضی از اختصاصات بیان شد و دوست داریم که حالا باز هم در پرتو فرمایشات معصومین علیهم السلام و آیات نورانی قرآن سایر ویژگی های دنیا را بشناسیم. بله، همون چنانی که شما فرمودین در قسمت ویژگی ها و خصایص دنیا صحبت میکردیم. روایات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین در این عرصه زیاد است و انشالله که از بیان اختصاصات دنیا که در روایات پیغمبر، آیات قرآن، روایات اهل البیت بیان شده که شده استفاده کنیم و انشالله راهکشای زندگی ما باشه. یکی دیگر از خصایص و ویژگی های دنیا که در ادامه بیان خصایص از اهل بیت صحبت میکردیم این است که دنیا سرای کوچ کردن است. در این رابطه احادیث فراوان داریم و از باب تبرک و تیمون یک حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام که در بحار و لنوار جلد 77 بیان شده خدمت شما میخونم. حضرت امیر به یکی از وصیت های در نسبت به فرزندش امام حسن علیه السلام میفرماید که اعلم انک خلقت للآخره لا للدنیا و للفنا لا للبقا و للموت لا للحیات و انک فی قلعتین. اینم در صفحه 77 جلد 77 بهار الانوار علامه مجلسی. بدان که شما خلق شدین یا انسان ها خلق شدن برای آخرت. اگر خلقته بخوانیم مخاطبش خود امام حسن مجتبی میشه و اگر خلقت بخوانیم معنایش اینه که ما انسان ها خلق شدیم برای آخرت نه برای دنیا. وللفنا لا للبقا، برای فنا و نابود شدن خلق شدیم نه برای باقی ماندن در این زمین. للموت لا للحیات، برای خلق شدیم در این دنیا برای مردن نه برای زندگی کردن برای همیشگی در این دنیا. و انک فی قلعتین، شما در سرای کوچ کردن هستی. پس این قسمت آخر این روایت اشاره میکنه که این دنیا دنیای کوچ کردن یا کوچیدن است که ما در این دنیا عیناً شبیه مسافری که بالاخره کوچ میکنه یا در زندگی خود که ما همواره منتقل میشیم از یک مکانی به یک مکان دیگر، از یک زمانی به زمان دیگر عبور میکنیم، عیناً در همین دنیا احوال ما هم متغایر و مختلفه و بالاخره برای همیشه در این دنیا هم نیستیم. دیر یا زود بالاخره از این دنیا کوچ میکنیم، همچنانه که در رحم، در یک روایت دیگه تشبیه میشه این دنیا به رحم مادر.
همچنانی که یک طفل در رحم مادر همیشگی نیست، 9 ماه یا کمتر یا بیشتر در رحم مادر هست و بودن و تشکیل گرفت شکل گرفتن یک طفل در رحم مادر هم همیشگی نیست. هدفش هم این است که در رحم مادر شکل گرفته برای همیشه هم در رحم مادر بماند. نه مادر تحمل ماندن برای همیشگی طفل در شکم داره و نه طفل برای همیشه در شکم مادر میمونه و نه به این انگیزه در شکم مادر خلق شده که همیشه در شکم مادر باشه، بلکه برای این خلق شده که مدت محدودی در شکم مادر باشه تا صلاحیتی بقا را در این دنیا داشته باشه، بدنش رشد کنه و تحملی بالاخره گرمی ها و سردی ها و فضا و هوا و بالاخره ظرفیت و تحملی زندگی در این دنیا را پیدا کنه. لذا مدت در شکم مادر میمانه میای در این دنیا. در این دنیا هم که ما میاییم برای همیشه اینجا نیستیم و برای این هم خلق نشیم که در اینجا باشیم، بلکه مدتی در اینجا هم هستیم. همطورانی که ما از نظر جسمی و روحی باید به یک مرحله از تکامل در رحم مادر برسیم، در این دنیا هم باید به یک مرحله از تکامل برسیم تا اینکه بالاخره مو استعداد و ظرفیتی ماندن یا زندگی کردن در سرای آخرت را پیدا کنیم. به تعبیر همین روایت، در واقع انسان پیش از این که در خانه همیشگی، در مقر همیشگی، در محل ثابت خود بالاخره زندگی کنه و بیایه، 2 مرحله از عالم سپری کنه: رحم مادر، دنیا. دنیا را هم تشبیه کردن به مو رحم مادر، منتها میزان مدتش تفاوت داره. در رحم مادر کمتر، در این دنیایی که ما زندگی میکنیم یک مقدار بیشتر، منتها سرانجام غایت ما، هدف ما کوچیدن است به سرای دیگر، سرای ابدی که بالاخره دنیای دیگر است که ما در برای او ساخته شدیم. بله، به همین خاطر جناب استاد در تعابیر روزانه هم به کار میبریم. مثلا کسی از دنیا بره فوت کنه میگیم رحلت کرد. حالا رحلت همو کوچیدن و بار سفر بستن هست یا ارتحال کرد. یعنی این تعابیر خودشان نشان میده. این جالب است در زبان اردو جناب استاد به مرگ انتقال گفته میشه. خود در لسان اردو خیلی جالب است و این بار معنایی خیلی زیبایی داره. اصلا خود مرگ اونا انتقال میگن. حقیقت مرگ هم جز انتقال چیزی نیست. انتقال از عالم دنیا به از عالم فنا به عالم بقای، از این دنیا به عالمی که قرار است همیشه اونجا باشیم و به تن دائمی مو باشه. بله، لذا این روایاتی که از ائمه اهل البیت علیهم السلام بیان شده و سفارش شده برای ما، نشان دهنده اینه که یکسره به دنیا نچسبیم. تمام هم و غم ما دنیا نباشه، خود به دنیا نفروشیم. اینمی هدف اصلی فراموش نشوه. هدف اصلی ما اینمی است که ما در دنیا آمدیم و دنیا هم محل است که ما از اینجا کوچ میکنیم، عبور میکنیم، میریم. پس دنیایی که ما برای او خلق شدیم یاد ما نروه و تمام هم و غم ما هم دنیا پرستی نباشه، که بالاخره از هدف اصلی، از مسیر اصلی خود منحرف شد. یکی دیگر از ویژگی های دنیا که در روایات بیان شده و رویشان زیاد سفارش شده، عبارت از اینه که دنیا گذرگاست، محل گذره. در روایتی داره میفرماید: از دنیا دار و ممر، لا دار و مقر، و ناسو فیها رجلان، رجل باع فیها نفسه فاوبقها، و رجل ابتاع نفسه فاعتقها. این خیلی نکته جالب داره. در نهج البلاغه خطبه 133 از امیر المؤمنین نقل شده، میفرماید که دنیا خانه گذراست، محل گذره، لا دار و مقر، خانه نیست که همیشگی اونجا باشیم. و ناسوفی ها رجلان، انسان ها در دنیا دو دسته هستند. انسان ها در دنیا دو دسته هستند. رجلون باع فیها نفسه، یک دسته مردانی هستند که باع فیها نفسه، خود را در دنیا فروختن، خود را در دنیا فروختن. بعد میگه فاوبقها، موجب نابودی خود شدن. و رجلون ابتاع نفسه، مردی و دسته دوم یا گروه دوم، رجل که نکره دیگه، بالاخره ابتاع نفسه، منتها چیکار کردن؟ دنیا را خریدن،
خود را به دنیا نفروختن، دنیا را بالاخره دنیا را فروختن، خود را خریدن. بعد فعتقها، خود آزاد کردن. به تعبیر قرآن که در مورد بلعم باعورا این آیه آمده که خداوند در اون آیه می‌فرماید که شما مثل کسی را که ما آیات و نشانه های حکمت خود را یا اسم اعظم خود را برش یاد دادیم، شما او را مرور کنین، بخوانین، مطالعه کنین. بعد میگه خداوند آیات خود را بعد میگه ولکنها اخلدها علی الارض، یا اخلده علی الارض، لیکن او آدم خود را به زمین مخلد کرد. اینجا این تعبیر عین تعبیر اینه که خداوند اول داستان بلعم باعورا را بیان میکنه که خداوند از اسم اعظم خود برش داد، به مقام استجابت دعا رسید، مستجاب الدعوه شد. بعد از اینکه مستجاب الدعوه هم شد، به مقام معنوی والای هم رسید، لکن نهو اخلده علی الارض. بعد مگه فمثله که مثل الکلب. ببینید چقدر خود پایین آورد، خود به دنیا فروخت، به مسائل مادی فروخت، مثلا به عموم هواهای نفسانی خود فروخت. به تعبیر عینا این تعبیر در کلام حضرت امیرم هست، ان شاء الله توضیحش باز خدا خیر جان بده. خیلی استفاده بردیم از آیه اخلاقی، تشکر میکنم. بینندگان عزیز، هاشمند هستم، همچنان برمی خواستن همراهی بفرمایید. بعد از یک وقفه کوتاه ان شاء الله باز میگردیم تا صحبت ما را در رابطه با اختصاصات و ویژگی های دنیا ادامه بدیم. تشکر میکنیم بینندگان عزیز از همراهیتان با برنامه امروز عارفانه. اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، با توجه به اینکه ذات و حقیقت این دنیا را به درستی شناختن، همواره از این دنیا حذر می‌کردن و دوستان و پیروان خود را هم همیشه بر حذر می‌داشتن از اینکه مبادا به این دنیا دل ببندن و این دنیا را هدف خود قرار بدن. در دعای از اهل بیت علیهم السلام که منقول است و ما رسیده، آموزش فرمودند که این گونه از خدا بخواهیم که اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، خدایا این دنیا را بالاترین همت ما و اساس تلاش های ما قرار مده. بنابراین معلوم بشه که باید در این دنیا برای آخرت کار کرد و از همه امکانات و ظرفیت هایی که الله متعال در اختیار بندگان قرار داده برای آبادانی سرای آخرت استفاده جست. در خدمت جناب استاد اخلاقی هستیم و باز هم بخواییم بیشتر از ویژگی های دنیا برای ما بفرمایید. در حدیث دیگر از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام آمده این دنیا لم تخلق لکم دار مقام دار مقام ولا محل قرار و انما جعلت مجازا لتزودوا منها منها الاعمال، دنیا برای شما خانه همیشگی خلق نشده، خانه‌ای که همیشه شما اونجا باشید. ولا محل قرار و محل قرار و سکونت دائمی هم برای شما قرار داده نشده. و انما جعلت مجازا، همانا قرار داده شده خانه گذرا، مجاز اما گذرا، خانه گذرا برای شما قرار. خب بعد هدفم در این روایت بیان شده لتزودوا من الاعمال، تا شما از همین دنیا اعمال خود زیاد کنین، اعمال حسنه خود زیاد کنین. اما طور که عرض شد در خدمت شما در چند دقیقه پیشتر قبل از اطلاعیه، بعد خدمت شما اونجا عرض کردم که در مورد بلعم باعورا قرآن هم تعبیر میکنه که ولکنه اخلده علی الارض. یکی از تعبیرات قرآن، این تعبیر خیلی جالبه که انسان باید خود مخلدی به زمین درست نکنه. مخلدی به زمین یعنی که هدف والا و عالی و اساسی که خلقت ما به خاطر اون شکل گرفته، همون خانه ابدی است، همون خانه است که ما همیشه اونجا هستیم، او فراموش نشه و ما خود را مخلدی در زمین نکنیم. لذا اینجا حضرت امیر هم اشاره به این داره که دنیا خانه گذراست، خانه است که ما همیشه در اونجا نیستیم، از اونجا عبور میکنیم، ولی خود مخلد به زمین نسازیم. هواهای نفسانی خود را بالاخره به تعبیر قرآن که خدای خود نسازیم هواهای نفسانی را. لذا ما در دنیا به گونه زندگی کنیم که ایره درک میکنیم که میریم، اینجا همیشه نیستیم. پس حالتهای ما، دارایی های ما، هر چی داریم یا نداریم در این دنیا،
همیشگی نیست، سریع الانقطاع است به تعبیر امیرالمؤمنین. پس وقتی خانه دنیا خانه گذراست، خانه است که از اینجا عبور میکنیم میریم، برای همیشه هم نیستیم، فکر ما باید به حال دنیای دیگر ما و برای مقر همیشگی ما باشه. خدا خیرتون تاج. در تایید فرمایش از تالی، حتی در توصیه های اهل بیت علیهم السلام آمده و نهی فرمودن از اینکه کسی اسم فرزند خودش مثلا خالد بانه، به خاطر اینکه پیامی که این اسم داره خیلی میتونه به اصطلاح برای شخص پیام نادرستی باشه که فکر کنه در این دنیا خالد است، یعنی جاودان است، همیشگی هست. حتی از اسامی که به هر حال چنین پیامی داره و چنین احساسی رو به آدم میده که تو همیشگی هستی، فرمودن که چنین اسمایی را برای فرزندانتون انتخاب نکنید. بله. یکی دیگر از ویژگی های دنیا به تعبیر روایات اینه که دنیا سرای جدایی است. در حدیث آمده اعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها فان بعضها يشبه بعضا واخر لاحق باولها وكلها حائل مفارق. در اینجا یه حدیث اشاره می‌کنه، اعتبر بما مضى، از گذشته های دنیا عبرت بگیرید، پند بگیرید. از گذشته اعتبر بما مضى من الدنيا، از گذشته های دنیا عبرت بگیرید. لما بقیه منها، برای آینده های دنیا، برای او مقداری که از دنیا مانده، از گذشته ها برای آینده ها عبرت بگیرید. فا این بعضه ها یشبه بعضه، چون دنیا بعضی شبیه بعضه، یعنی اینطوری نیست که گذشته ها گذشته اما آینده ها نگذره، اینطوری نیست که گذشته ها دائمی نبودن ولی ما دائمی باشیم، اینطوری نیست که اونها مالشان، ثروتشان، قدرتشان زائل میشدن از ما نشود. بلکه تعبیر خیلی جالبه، بعضها یشبه و بعضا، دنیا بالاخره بعضش گذشته هایش شبیه بعضی دیگه ایش هست، شبیه آینده هاست. پس همچنانی که گذشته ها گذشته، آینده ها هم میگذره. و آخر و لاحقین به اولی ها، اولش ملحق به آخرش میشه یا آخرش ملحق به اولش میشه، همونطور که اولی هایش گذشت آخرش هم میگذره. و کلها حائل مفارق، همه ایشان جدا شوینده یا مفارق، حائل میشه بین، فاصله میشه بین ما و بین دنیا و مفارق هم هست. این تعبیر جالب در این حدیث اشاره به این داره که دنیا سرای جدایی است، یعنی ما از دنیا جدا میشیم، برای همیشگی در اینجا نیستیم. نه قدرت میمانه، نه دارایی میمانه، نه ثروت میمانه، نه چیزهایی را که اکتساب کرده میمانه، همطوری که جوانی نمیمانه. جوان بودیم، پیر میشیم، ناتوان میشیم، بالاخره همه و همه میره. حسن صورت، حسن سیرت، حسن سیرت که همیشه فقط تنها چیزی که است معنویت میمانه، اما حسن صورت میره، جمال میره، دارایی ها میره، ثروت میره، چیزهایی که در این دنیا متعلق به دنیاست. یعنی یک نکته خدمت بینندگان محترم عرض کنم که ما در دنیا دو چیز داریم، در دنیا چیزهایی داریم که متعلق به دنیا نیست، مربوط به آخرت. او حسن سیرت، کمال، علم، فضل، تقوای، معنویت. در دنیا چیزی که ما اکتساب میکنیم، به دست میاریم، ماندگار چیزی است که در دنیا انجام میشه اما متعلق به آخرت. در دنیا اعمال حسنه، دستگیری فقرا، کارهای به غرض رضای الله، یا مثلا کارهایی که در مسیر رضای الله، فی سبیل الله انجام میشه، اینا ماندگار. چرا؟ چون اینا در دنیا انجام میشه اما متعلق به آخرت. پس چیزی که متعلق به آخرت هم دائمی است، همچنانی که خود آخرت هم دائمی است. اما در دنیا کارهایی که متعلق به دنیاست دوام نداره، جدا میشه از ما، مال، ثروت، همه و همه جدا میشه. مقام در این رابطه یک نکته جالب را خدمت بینندگان محترم عرض میکنم. یکی از در دوران شوروی سابق، الان صلاح نیست اسمی و آقا را ببرم، مرحوم آیت الله محسنی در یکی از کتابهای خودی را نقل کرده، ایشان میگه که یکی از قماندان ها یا یکی از کسانی که در حکومت قبلی بسیار صاحب جلال و بالاخره قدرت و ثروت بود، کارش به جایی رسید که گفت که
خدا وجود نداره، چون در حکومت قبل در دورانی کمونیست‌ها کسی میخواست رشد کنه، یگانه راه رشد همین بود که میگفت خدا وجود نداره. و هر حال کارش به جایی رسید میگفت خدا وجود نداره. اگر صورتی قدرتی چیزی پیدا میکنیم، خود ما پیدا میکنیم. تحولات آمد بعد از تحولات، حالا خلاصه میکنم اوره دوستان، تحولات آمد بعد از تحولات، تمام قدرت و ثروت خود از دست داد. نه قدرتش در دستش مان و نه ثروتش در دستش مان. مال و اموالی که به دست آورده بود هم از دستش رفت، قدرتی که کمایی کرده بود هم از دستش رفت. بعد نکته جالبش اینه که عبرت گرنده یه، بعد از اینکه همه دار و ندار خود از دست داد، در روی خانه خود رفت و رفت آمد میکرد، میگشت، این شعر را با خود زمزمه میکرد: ما همه شعریم آن شعری علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. ما همه شعریم آن شعری علم، شعری علم منظورم شعری است که در بیرق رسم میکنیم، بیرق یا علمی را که در سر بام مثلا بلند میکنیم شعر رسم میکنیم. مگه ما شعر هستیم؟ منتها او شعر علم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، منتها حمله من از باد باشد دم بدم. همین شعری که در بیرق است، از دور که نگاه میکنی فکر میکنی که حمله میکنه، او حمله که از باد دیگه، باد که بیرق تکان میده، بالاخره او فکر میکنی که حمله میکنه. بعد میگه که حمله من پیدا و ناپیداست باد، حمله دیده میشه اما باد دیده نمیشه. کنایه از قدرت پروردگار، یعنی اگر ما حمله میکنیم، اگر ما قدرت داریم، اگر ما ثروت داریم، اگر ما به یک مقام موقعیتی میرسیم، این متوجه باشیم که خدا داده، منتها قدرت ما، ثروت ما، اینا دیده میشه، منتها او قدرت واقعی که پشت سر قدرت هاست او دیده نمیشه. حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. او که ناپیداست قربانش. بعد از اینکه ثروت خود را، قدرت خود را از دست داد، یک دفعه متوجه شد که همه زائل شدنی است، از ما جدا میشه، همیشگیم نیست. بالاخره ما باید کار کنیم که حداقل این مفکوره را از ذهن خود دور کنیم که هر چی هست همین دنیا هست، هم ما، غم ما، همه و همه چی باشه دنیا باشه. لذا ما باید متوجه کلام اهل البیت علیهم السلام باشیم که به ما میگه یکی از ویژگی های دنیا اینه که دنیا سرای جدایی است. سرای جدایی است. بسیار عالی، خیلی تشکر میکنیم جناب استاد. بینندگان عزیز و گرامی، خوشمند هستم همچنان همراهی بفرمایید. باز هم نوبت میرسه به یک میان وقفه کوتاهی دیگر و میان برمی خدمتتون نش خواهد شد. انشالله برمیگردیم تا باز هم ببینیم که دنیا دارای چه ویژگی هایی هست. با ما باشید. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، خیلی تشکر میکنم از اینکه همچنان همراهی میفرمایید با برنامه عارفانه. صحبت ما در این برنامه در راستای دنیا شناسی هست و همونطور خدمت شما بینندگان عزیز در روزهای اول عرض کردیم، یعنی حدود 3 برنامه قبل مشخص شد که برای رسیدن به سعادت و قرب خداوند متعال باید این دنیا را و ویژگی‌هاش را بشناسیم تا بتانیم به سلامت از این مرحله و زندگی این دنیا عبور بکنیم. در بخش قبلی خدمتتون دعایی را عرض کردیم. در فراز دوم این دعا خیلی زیبا حضرات معصومین علیهم السلام به ما یاد دادن، بعد از اینکه فرمودن همیشه بگین که اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا، خدایا هیچگاه دنیا را بزرگترین همت ما و هم غم ما قرار مده، بفرمایند که ورزقنا تتجافا عن دار الغرور، و به ما روزی عنایت کن که در این دنیا حالت تجافی و نیمخیز داشته باشیم. خیلی زیباست این تعبیر حضرت که بفرمایند به ما روزی کن که در این دار غرور، یعنی این سرایی که انسان را میفریبد با ویژگی های خاصی که داره، به این دنیا با زرق و برق و جذبه هایی که داره ممکنه ما رو فریب بده. لذا یکی از اسامی دنیا دار الغرور هست، یعنی سرای فریب خوردن. ولی مؤمن در این دنیا باید همیشه حالت تجافی و نیمخیز داشته باشه، اون حالتی که در نماز جماعت حتما دیدین که انسان مثلا یک رکعت دیرتر میرسه، خودش وصل میکنه به نماز جماعت، ولی هنگامی که امام جماعت و سایرین در حال نشست هستن و او وظیفش تشهد نیست، باید حالت نیمخیز داشته باشه، این حالت تجافی میگن. بفهمان همیشه باید در دنیا حالت
تجافی و نیم خیز داشته باشیم، کنایه از این که نباید این دنیا دلبستگی داشته باشیم و خدای نکرده احساس بکنیم که اینجا ماندنی هستیم، بلکه همواره به فکر رفتن و آبادانی سرای بعد از این دنیا باشیم. خب در خدمت شما هستیم، آقا بفرمایید. عرض شد که دنیا سرای جدایی است. همین ویژگی باعث میشه که اگر ما به این ویژگی دقت کنیم، توجه لازم را داشته باشیم، اینه که هر چی داریم نداریم از ما جدا میشه. قدرت هم همیشگی نیست، ثروت هم همیشگی نیست، مقامی را که اکتساب کردیم یا به رضایت یا به زور هم همیشگی نیست. اما تو که در ویژگی قبلی عرض کردم که دنیا دار گذراست، حضرت امیر میفرماید که دنیا اول و آخرش، اولش با آخرش ملحق میشه، همونطوری که گذشته ها گذشته، آینده ها هم میگذره، همونطوری که بالاخره قدرتمند های آمدن در دنیا گذشتن، بعد از این قدرت همیشگی نمیمانه و ثروت هم همیشگی نمیمانه. لذا چی زیباست که ما از مسیر قدرت یا از مسیر ثروت در راه استفاده کنیم، از اونها استفاده کنیم که مورد خوشنودی خدا باشه و مورد این باشه که ما حداقل برای زندگی همیشگی خود، برای آخرت خود هم کار کرده باشیم. یعنی قدرت، ثروت، همه و همه را باید ما وسیله برای ترقی خود، وسیله برای رشد فکری و فرهنگی و معنوی خود و بالاخره برای سعادت دنیا و آخرت خود استفاده کنیم. یکی دیگر از ویژگی های دنیا اینه که دنیا سرای نابودی است. از امام علیه السلام روایت داریم: عجیب تو لعابر دنیا دار الفنا و هو نازل دار البقا. تعجب میکنم من برای عامر دنیا، کسانی که دنیا را اعمار میکنه، میسازه، دنیای خود را میسازه، منتها توصیف میکنه او دنیایی که دار الفنا، خانه نابودی است، از بین میره، منتها و هو نازلون دار البقا، و حالا که خود از این آدم ایره میفهمه که در دار بقا نزول میکنه میره. تعجب میکنم از کسی که خانه فانی ره، خانه ای که خودش هم میفهمه که از بین میره، نابود میشه، از دستش میره، او را میسازه، اما خانه ای که ایرم میفهمه که خودش به جایی میره که او خانه بقاست، همیشگیست، اما او را نمیسازه. لذا یکی از ویژگی های دنیا اینه که دنیا سرای فناست، سراییست که همیشگی نیست، از بین میره. اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت، یا به تعبیر اون آیه دیگه که در قرآن بیان میکنه: فکانت الجبال بسا فکانت حباء منبسا. زمین شبیه بخار پراکنده میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض. بله، پس ایره ما میفهمیم که ما از این دنیا میریم به یک صحرای دیگر، به یک دنیای دیگر، و این دنیا فانی میشه، همیشگی نیست. وقت همیشگی نیست، حتی به یک تعبیر دیگر از روایت داریم که اگر دنیا یک مقدار عمرش بیشتر باشه، عمر خودت کوتاست، اگر دنیا تو را ترک نکنه، تو دنیا را ترک نکنه. پس ببینید هر دو طرف را آدم اگر دقت کنه، هر دو طرف روایت را، یا ما دنیا را ترک میکنیم یا دنیا ما را ترک میکنه. گاهی اوقات ممکنه ما زنده ایم اما از داریهای دنیا چیزی نداریم، اگر داریم هم از دست ما میره. اما تو که در ویژگی قبلی عرض کردم که ممکنه قدرت داریم از دست ما میره، ثروت داریم از دست ما میره، همه میره، خب اون طرف معنایش اینه که دنیا ما را ترک کرد. اما گاه اوقات ممکنه مثلا ما دنیا را ترک میکنیم، ثروت ما، قدرت ما، همه به جای ما میمانه، یک وقت مثلا دعای اجل را لبیک میگیم، همه و همه میمانه. پس اینجا یکی از ویژگی های دنیا اینه و حضرت امام علیه السلام هم میفرماید که ما تعجب میکنم کسانی که خانه های دنیا را که او فانی است، گذراست، او را اعمار میکنن، اما خانه هایی که همیشگی است، برای همیشه اونجا هستن، او را فراموش میکنن. روایت دیگر عین شبیه این روایت داریم: کفاک من عیوب دنیا ان لا تبقا. کفایت میکنه تو را، ببینید چقدر زیبا اشاره میکنه، کفایت میکنه تو را از عیب های دنیا، این که عیب های که باقی نیست. یعنی یک
دنیا ها عیب زیاد داره، حالا پشت عیبایش همه نمیگردیم، یکی از عیبهای دنیا طور کافیه که باقی نیست. پس وقتی باقی نیست، ماندگار نیست، همیشگی نیست، سریع الانقطاع است، بطیء الانتفاع است، خب این تعبیراتی که از حضرت امیر آمده، وقتی دنیا باقی نیست، جاودان نیست، همیشگی نیست، چرا ما مثلا اعمار میکنیم، دنیای خود اعمار میکنیم، اما او خانه‌ای که همیشگی است به فکرش نباشیم. این الذین بلغوا من الدنیا، یک حدیث خیلی جالبی دیگر هم هست، این الذین بلغوا من الدنیا اقاصی الهمم، از حضرت امیر علیه السلام این حدیث آمده، کجاست او کسانی که ابلاغ کنن، بیان کنن از دنیا چیره اقاصی الهمم، که به بزرگترین یا به دورترین آرزوهای خود رسیده. یعنی هیچ کس نرسیده در واقع. میخواد ما و شما استفهام کنه، بیان کنه که امو کسی که به دورترین آرزوهای دنیای خود رسیده کیه؟ امو کسی که بالاخره به نهایت ثروت هم میرسه، باز آرزو داره کل جهان ازش باشه، یا به تعبیر حضرت امیر باز میگه که اگر از دنیا مثلا قناعت کنی، کمترین چیزی از دنیا شما را بسه، اگر قناعت نکنی کل دنیا هم ما را بس نیست. اگر مثلا قناعت نکنیم کل دنیا را هم داشته باشیم، تسخیر کنیم، باز میگیم کمه، کاش که یک چند تای دیگه هم میبود. اگر واقعا قناعت کنیم، کمترین چیزی از مال دنیا ما را بس. لذا اینجا امام به شکل استفهام بیان میکنه که اون کسایی که حداقل واقعا به اقصا و به نهایت هم و مثلا آرزوهای خود رسیده در دنیا کیه؟ هیچ کس نیه. آرزوهای دور دراز در دنیا، وقتی ما میفهمیم که ما برای همیشگی در دنیا نیستیم، لذا آرزوها و آمال همیشگی باعث چی میشه؟ باعث چیزی میشه که ما به دنیا فریفته شویم. یا به یک تعبیر در روایت داریم که یگانه چیزی که موجب فراموشی آخرت میشه آرزوهای دور دراز، آمال دور دراز. وقتی ما میفهمیم عمر ما قصیره، وقتی ما میفهمیم که بهره بردن ما از دنیا قلیله، وقتی ما میفهمیم که مثلا در دنیا همیشگی نیستیم، وقتی میفهمیم یکی از ویژگی های دنیا هم اینه که دنیا سرای نابودی است، نابود میشه، دیگه آرزوهای دوردرازی که ما میفهمیم در این عمر کم به او آرزوها نمیرسیم، همه آرزوها باعث میشه که ما دنیا را بالاخره فریفته دنیا شویم، به تعبیر حضرت خود به دنیا بفروشیم. وقتی خود به دنیا فروختیم، بالاخره دنیا با ما کار میکنه که ما برای او هدف در این دنیا نیامدیم. پس بالاخره یکی از ویژگی های بسیار مهم دنیا اینه که دنیا سرای فنا، سرای نابودی است. تمام توصیه هایی که از اهل بیت میشه، این عیوب یا این اختصاصات را که برای دنیا بیان میکنه، بازم عرض میکنم اکیدا خدمت بینندگان محترم که غرض این نیست که در دنیا راحت بشینیم، هیچ گونه فعالیت نداشته باشیم، نه، بلکه از دنیا به این نگاه ما به دنیا نگاه ابزاری باشه، کاری کنیم در این دنیا که حداقل برای آخرت ما هم مفید باشه. خدا خیرت. بسیار عالی، خیلی استفاده بردیم جناب صادق اخلاقی، تشکر میکنیم از فرمایشات ارزشمندتان. انشاءالله این صحبت ادامه خواهد داشت و بینندگان عزیز را دعوت میکنیم به اینکه برنامه های آینده را حتما پیرامون بحث دنیا شناسی مشاهده بفرمایند. چقدر زیبا فرمودن امیر بیان، امیر المؤمنین و پیشوای متقیان علیه السلام که از دنیا ساعتان فجعلها طاعه، کل این دنیا یک لحظه بیش نیست، پس آن را برای طاعت و بندگی خداوند قرارش بده. خیلی تشکر میکنم از همراهیتان، به اتفاق همکاران عزیزم از خدمتتون مرخص میشیم تا دیدار آینده، در حفظ خداوند بی‌نیاز باشید. خدا نگهدار.